آقایان درود بر شما، خوش آمدید به یکی دیگر از سری برنامه های در پناه قانون، برنامه از شبکه جهانی آیدیا تیوی. من کیارش هوشمند از استکهلم سوئد با شما در خصوص مسائل حقوقی روز صحبت میکنم. در ادامه روند برنامه امروز باید به تفسیر ماده 4 اعلامیه جهانی حقوق بشر بپردازیم. اما پیش از اینکه وارد این بحث بشیم، مسئله اصفهان هست که باید به اون فکر بکنیم و به اون اشاره بکنیم. اتفاقی که در سپاهان داره میفته و خشکانیدن زاینده رود یکی از معضلات بزرگ زیست محیطی هست و اعتراضات به حق مردم در اصفهان و در گوشه کنار ایران عزیز ما جوابش گلوله نیست، جوابش درآوردن چشم نیست. همیهنان عزیزم، آن اتفاقی که در حال رخ دادن هست این است که رژیم توتالیتر و خودکامه دینی جمهوری حاکم بر کشور ما در واقع برای حفظ قدرت حاضر نیست کوتاه بیاد. اما این جمله رو از من به یاد داشته باشید، حتی مقتدرترین دیکتاتوری به تعداد آدم‌های شهروند در اون محدوده مرزی که زندگی میکنن سلاح و گلوله نداره. و اما برویم ماده 4 رو با یکدیگر بشنویم، باز میگردیم در خصوصش صحبت خواهیم کرد. ماده 4: هیچ کس را نباید در بردگی یا بیگاری نگه داشت. بردهداری و داد و ستد به هر شکلی ممنوع است. ماده 4 اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص ممنوعیت بردهداری صحبت میکنه. بردهداری به معنی در بندگی بودن کسی دیگر است. حالا این در بندگی بودن میتونه اختیاری یا غیر اختیاری باشه. نظام های بردهداری پیش از این بسیار متداول بودن و در واقع ریشه در عدم تساوی اقتصادی داشتند که باعث می شد مالکیت فردی به وجود بیاد. در این گونه نظام ها کرامت انسانی فاقد هر گونه اهمیت بود و لگدمال شد. به همین دلیل اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت میگه هیچ کس را، یعنی هیچ فردی، هیچ احدی نباید در بردگی یا بردگی نگه داشته بشه یا موضوع خرید و فروش واقع بشه. این موضوع تقریبا یک هنجار قدیمی هست و
این اصل پیش از اعلامیه جهانی حقوق بشر هم وجود داشته. اعلامیه 1792 دانمارک و 1862 ایالات متحده آمریکا به این موضوع اشاره کرده بودن. با این حال این مطلب به طور نهایی هنوز حل نشده و هنوز بردهداری در اشکال کلاسیک خودش ممکنه وجود داشته باشه. بردگی مدرن چهره‌های متفاوتی داره، از کودکان کار، همین کودکانی که ما بر سر چهار راه‌ها در کشورمون می‌بینیم مشغول کار کردن هستند، یا در کشورهای دیگه کودکان کار، کودکانی که از حق تحصیل محروم هستند به دلیل کار اجباری، ازدواج پیش از 18 سالگی به نوعی بردگی به حساب میاد، کنوانسیون حقوق کودک هر شخص زیر 18 سال رو کودک اعلام میکنه و ازدواج افراد زیر 18 سال ممنوع هست، حتی برقرار کردن رابطه جنسی با کودک زیر 18 سال جرم هست. مثلا میبینیم که بسیاری از موارد به خاطر بدهی پدران دختران خودشون رو به طلبکارهای خودشون واگذار میکنن یا میدن که به عنوان برده یا خدمتکار اونجا کار بکنه، یا حتی مردهایی که همسرشون رو برای تصفیه بدهکاری خودشون یا تهیه مواد در اختیار دیگران میذارن. اینها تمامش انواع مختلف بردهداری هست. زنهایی که به همین اروپا آورده میشن برای استفاده های جنسی، خب این هم یک نوع بردهداری نوین دیگر هست. این طور بود که بعد از سال 2014، در 18 نوامبر 2014 نمایه جهانی بردهداری منتشر میشه و این مسئله بار دیگر بر سر زبان ها میفته. این گزارش که منتشر میشه برای 2 سال متوالی توسط یک سازمان غیر دولتی، یک NGO مدافع حقوق بشر در استرالیا در واقع منتشر میشه و باور نمی کنید اگر بگم طبق این گزارش امروز 36 میلیون نفر در بردگی به سر می‌برند. جمهوری اسلامی در کنار سوریه، کره شمالی، جمهوری کنگو، ازبکستان و عراق بدترین واکنش ها رو نسبت به این گزارش از خودشون نشون میدن. در میان شاخص هایی که در نظر گرفته شده بود، تنها آمار ازدواج اجباری، تجارت زنان به عنوان کالای جنسی و فراتر از اون برخورد رسمی دولتی با زنها و دخترها به عنوان کالاهای جنسی یا جنس دوم کافی هست که جمهوری اسلامی رو در صدر لیست دولت‌های بردهدار عصر ما قرار بده. یادی بکنیم از خبری که در روزنامه‌های کشور اعلام شده بود که جمهوری اسلامی قطعنامه کمیته حقوق بشر سازمان ملل در مورد منع ازدواج کودکان رو رد میکنه، در حالی که کمیته حقوق بشر سازمان ملل در نشست 21 نوامبر قطعنامه ای رو برای ازدواج کودکان
یعنی افراد زیر 18 سال تصویب میکنه و قراره اون رو در مجمع عمومی به تصویب نهایی برسونه. ایران این قطعنامه رو مخالف موازین شرعی اعلام میکنه و همراه با سودان حاضر نمیشه که زیر بار منع ازدواج کودکان بره. به همسری دادن یک دختر 15 ساله اگرچه که در قوانین مدون ما به این صورت هست که دختر از 7 سال تمام، از 9 سال تمام قمری که معادل تقریبا 7 سال و چند ماه نزدیک 8 سالگی دختر میشه و پسر 15 سالگی تمام قمری که حدود 13 سالگی میشه، میتونن ازدواج بکنن و نیاز به اذن پدر داره. یعنی اگر پدر صلاح بدونه میتونه اون رو به همسری دیگری بده. در دوران پیش از انقلاب ننگین جمهوری اسلامی تلاش ها بر این شده بود که ازدواج زیر 18 سال من بشه و در قانون حمایت خانواده آن زمان هم ازدواج زیر 18 سال به طور کلی منع شده بود و شرایط بسیار سختی داشت، از جمله اینکه باید دادگاه هم به موضوع رسیدگی میکرد. اما بعد از انقلاب در واقع به دلیل عدم تطابق اون با شرع اسلام باعث شد که این قوانین از بین برن. در واقع دختر زیر 18 سال، حالا بگیم 15 سال، 13 سال، 12 سالی که به ازدواج، به زناشویی به دیگری داده میشه، جز برده کردن او نمیتونه معنای دیگه ای داشته باشه. زناشویی های اجباری دختران رو به بردگان خانگی تبدیل. و البته که موضوع بسیار فراتر از این حرفا هست. به خاطر دارم که پرونده هایی بود که دختر بسیار آسیب دیده بود از این روابط زناشویی، چرا که مرد میخواست از او کامجویی بکنه. اما میدانید که حتی نوزاد رو طبق شرع اسلام و فتوای خمینی میشه به همسری داد و متاسفانه احکام چگونگی نزدیکی کردن رو هم گفتن. جمهوری اسلامی خب با ازدواج کودکان موافق هست چون در شرع و شریعت اومده و به همین دلیل نمیتونه مخالف بردهداری حتی به معنای اخص و محدود اون باشه. تردیدی وجود نداره که بردهداری در شریعت اسلامی امری پذیرفته شده هست. اگر به کتابهایی مثل لمعه الدمشقیه نوشته شهید ثانی که یک شرح کامل از فقه و شریعت اسلامی هست مراجعه بکنید، در اونجا میبینید که در خصوص بردگان چگونگی ارتباط برقرار کردن با بردگان صحبت میشه. در یکی از این احکام آمده مالک میتونه برده خودش رو حتی در اختیار میهمان بگذاره و متاسفم بگم که وقتی در مورد این چیزها صحبت میکنیم من سریال خاطرات یک ندیمه رو به خاطر میارم. و از نظر جمهوری اسلامی و کشورهای اسلامی متاسفانه این احکام چون احکام شرع هستند پس مقدس و الالعبد جاری هستند و نمیتوان آنها را تغییر داد.
بنابراین جمهوری اسلامی نه تنها نمیتونه بردهداری رو ممنوع بکنه، بلکه نمیتونه اون رو محکوم هم بکنه و قاعدتاً چنین مخالفت هایی رو به شیوه های گوناگون خفه میکنه. جالب اینجاست که جمهوری اسلامی مدام کشورهای غربی و نظام شاهنشاهی پهلوی رو مورد تاخت و تاز قرار میده و میگه در اونجا از زنها استفاده ابزاری میشد و از اونها به عنوان برده های جنسی استفاده میشد. در همین حکومت جمهوری اسلامی اما یک زن اگر بخواهد سر کار برود باید اذن پدر داشته باشد، باید اذن شوهر داشته باشد. اگر بخواهد پاسپورت بگیرد مادامی که مجرد است باید اذن پدر داشته باشد، پس از اون باید اذن شوهر داشته باشد و هر زمان که مرد اراده بکنه میتونه اون رو ممنوع الخروج بکنه. کم ندیدیم بانوان ورزشکاری که به همین دلیل ساده از شرکت در رقابت‌های جهانی محروم شد. متأسفانه موضوع به همین جا هم ختم نمیشه و مردان بسیاری که حتی در اروپا و حتی در آمریکا زندگی می‌کنند از این سیستم غلط حقوقی علیه همسران خودشون استفاده می‌کنند و زمانی که اونها به ایران میرن برای دید و بازدید به سادگی حق خروج اونها را از ایران میگیرند و زندگی اونها رو برباد میدن. زنانی که به حکم قوانین ایران، قوانین جمهوری اسلامی آزادی های اونها سلب شده، برده های مردان به حساب میاد. و در واقع میبینیم که طبق قوانین ایران همه آزادی های زن میتونه تحت اختیار مرد قرار بگیره و این نشان از بردهداری نوین. یکی از مسائلی که باید در خصوصش صحبت بکنیم بی پرده و تا پیش از این در خصوص اون صحبت نشده، مسئله نکاح هست. نکاح از ریشه نکهه مطرح میشه و اگرچه که ما اون رو در فارسی سعی میکنیم معادل ازدواج جلوه بدیم، اما به شهادت فرهنگنامه های عربی این واژه به معنای سپوختن و رابطه جنسی برقرار کردن با زن هست. یعنی عقد نکاح به معنی قرارداد نزدیکی کردن هست در فارسی اگر بخوایم. و بعد از اون صیغه‌ای که خونده میشه میگه انکحت نفسی، یعنی نفسم رو، جسمم رو به عقد نزدیکی در می آورم برای آقای ایکس علی صداق معلوم به مبلغ مشخص. یکی از مشخصه های یک قرارداد وجود ثمن و مثمن است. ثمن همون قیمتی هست، همون مبلغی هست که پرداخت میشه. علی صداق معلوم 100 سکه، 500 سکه، 1000 سکه، 1,000,000 تومان، 100 میلیارد تومان. به این مبلغ
خودم رو به عقد نزدیکی این مرد در همین مسئله باعث میشه که اگر زن تمایل به برقراری ارتباط جنسی نداشته باشه، مرد میتونه به راحتی به دادگاه مراجعه بکنه. در گام نخست دادخواست الزام به تمکین بده. حالا الزام به تمکین، دادگاه میاد، تمکین هم تمکین خاص داریم، تمکین عام داریم. تمکین عام به معنای انجام امور خانه است. غذا پختن، نظافت، شستشو، نگهداری از کودکان و امثال، که البته طبق قوانین جمهوری اسلامی زن می تواند بابت تمام اینها اجرت المثل دریافت کند. اما شرطش این هست که چون اصل بر این هست که زن تبرعاً، یعنی رایگان داره این کارها رو انجام میده، اگر داره غذا میپزه باید بگه غذا میپزم، پولشو میگیرم، لباستو میشورم، پولشو میگیرم، اتو میکنم، پولشو میگیرم، بچه تو تربیت میکنم، پولشو میگیرم. و تمکین خاص که همون نزدیکی هست، نزدیکی کردن هست. خب مرد به دادگاه میره، درخواست الزام به تمکین میده، دادگاه زن رو محکوم میکنه. در مرحله بعدی مرد مجدد به دادگاه میره و عدم تمکین رو تقاضا میکنه، که در اینجا اون واژه ناشزه یا نافرمان رو به کار میبرن، میگه زن من نافرمانی میکنه. خب در اینجا طبق آیه قرآن مرد باید نخست زن ناشزه رو ازش دوری کرده باشه، بعد در یک جای دیگری ازش خوابیده باشه، و در مرحله چهارم قرآن به او اجازه میده اذ ربهن، صیغه امر هست، بزنیدشان. در یک پرونده ای ما نمیتونستیم ثابت بکنیم که مرد همسر خودش رو میزنه. چرا؟ چون مرد که از کارکنان پزشکی قانونی بود یک حوله خیس به دور همسرش میبست و بعد با چوب او رو میزد، و این باعث میشد که جای ضربه ها روی بدن زن نمونه. وقتی عدم تمکین رو مرد میگیره، بعد از اون مرد میتواند اقدام کند و از دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگیرد. پس همه راه ها برای مرد باز هست. اما در کشورهای غربی، در کشورهایی مثل سوئد که صداق وجود نداره، که مهریه وجود نداره و زن استقلال مالی داره و استقلال شخصیتی داره و نیازی به کسب اجازه از مرد نداره، در اینجا اگر مرد با زن برخلاف میلش رابطه برقرار بکنه، حتی اگر زن و شوهر باشن، مصداق تجاوز به حساب. و بالعکس اگر زن هم با مرد ارتباط برقرار بکنه و مرد نخواد، مصداق تجاوز بسازد. مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی هم میاد میگه آره در نظام پیشین از زنها استفاده ابزاری میشد، ما میخواهیم زن را مجدداً به مقام والای مادری برگرد و نقش زنها رو در حوزه اجتماعی تعریف میکنه به فرزند آوری و تربیت فرزندان و سربازان
خوب برای حکومت اسلامی و یا دخترانی مطیع و فرزندان. مشارکت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی زنها فوق‌العاده محدود میشه. حتی در مشارکت سیاسی محدودیت‌ها بیشتر هم میشه، چرا که وقتی به پست‌هایی میرسیم که بسیار حساس هستند، در اون از واژه رجل سیاسی استفاده میشه. واژه‌هایی مثل ناموس، مثل غیرت، این واژه‌ها دارای مشکل هستند، چون این واژه ها در واقع اجازه میدن که مرد برای زن خودش محدودیت ایجاد کنه. و فکر نکنید که تمام این موضوع متوجه مردان هست. خیر، متاسفانه مادرانی که به فرزندان پسرشون گوشزد میکنن که باید تو از خواهرت مراقبت کن، اگر کسی به خواهرت نگاه کرد تو باید با او برخورد بکنی، تمام اینها، یعنی اون مادری که خودش با این سیستم مرد سالار بزرگ شده و در ذهنش نشسته که مرد مالک او هست، چرا که قرآن میگوید که زنها ملک مردها هستند، حتی زنها رو به زمینهای کشاورزی، به کشتزار تشبیه میکنه در سوره بقره، که مرد از هر سو که بخواهد میتواند کشتزارش را آبیاری بکند. حتی این مادران هم در این جنایت علیه دخترانشون سهیم و دخیل هستند. نقش سنتی، دوگم و عقب ماندهی که برای زن تصور میشه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و به تبع اون در عرف و در سطح جامعه جای تأسف داره، و اینکه اونها رو تابع مرد خانواده و زن متاسفانه هیچ اختیاری از خودش نداره و به اجبار باید به خواسته ها و دستورات مردهای خانواده، چه از نظر اقتصادی چه از نظر فیزیکی، احترام بگذاره، گردن بنهه و در به شکل خانواده سنتی با تمکین ادامه حیات. یکی دیگر از این مسائلی که میتونیم بهش اشاره بکنیم، مسئله سهم الارث بانوان است، که شما نگاه بکنید ببینید زن همواره نصف مرد ارث میبره، و این به این دلیل هست که در سوره بقره وقتی که قرآن داره مسائل ارثیه رو مطرح میکنه، همواره زن رو نصف مرد به حساب. این احکام، احکام اسلامی در واقع علاوه بر عوامل رژیم جمهوری اسلامی توسط روحانیون سنتی و مبلغان مذهبی هم در مساجد و محافل دینی و عمومی حتی تبلیغ میشن و تفکرات پوسیده و سنتی مرد سالار در جهت تحقیر و کوچک شمردن شخصیت زنان و سرکوب خواسته ها و حقوق اونها به ذهن افراد جامعه تزریق میشه. نگاه بکنیم به سریال هایی که ساخته میشه، ببینید زنها به چه صورت در این سریال ها نمایش داده میشن. اگر زنی هست که مقتدر هست، روی پای خودش میتونه بیسته، اون زن رو به شکل یک زن متمرد و یک آدم، یک
انسان روسپی در واقع و فاحشه نشون میدن. یا زنها رو انسانهای کم عقل جلوه میکنن که لوده هستن. در یکی از همین سریال هایی که جدیدن داره پخش میشه یا پخش شده فکر میکنم بلاک 13، تکه هاییش رو میدیدم روی اینترنت که چقدر به شخصیت زن در این سریال ها، در این سریال حتی توهین شده. کودکان کار رو هم گفتیم که روزها و شبها در گوشه کنار خیابونها به دست فروشی، گدایی، تکدیگری مشغول هستند. اینها تجسم روشنی از فقر و استثمار هستند و نوع نوینی از بردهداری رو به نمایش می‌گذارند. کسانی که کودکان رو به هر شیوه استثمار می کنند بردهدار هستند، ولو اینکه پدر و مادر بچه باشند. و می دونیم که در ایران بچه رو برای تکدیگری اجاره می دن. نزدیک به 170 میلیون کودک در سراسر جهان امروز که من و شما داریم صحبت می کنیم به کار اجباری مشغول هستند و سن اینها بین 5 تا 14 سال است، بدون دریافت هیچ گونه آموزشی، بدون هیچ چشم اندازی نسبت به آینده، بدون کوچکترین مسائل امنیتی سر کار، اینها به کار گماشته میشن. به خاطر دارید کلیپی که آمده بود بیرون و از یکی از این کودکان کار میپرسید که آرزو چیه؟ من گفت آرزو چی هست؟ در سال 1926 کنوانسیون بردهداری سازمان ملل تشکیل شد و خواستار لغو تمام انواع بردهداری شد و از جمله کودکانی که مجبور به کار در خانه هستند. سازمان بین المللی کار از نخستین سازمان های بین المللی بود که پدیده کار اجباری رو به طور دقیق مورد بررسی قرار داد. تلاش های این سازمان با تصویب کنوانسیون شماره 29 سال 1930 شکوفا شد و به منصه ظهور رسید. کنوانسیونی که توسط کشورهای زیادی به امضا رسید. بر اساس مواد کنوانسیون، مفاد کنوانسیون شماره 29، کار اجباری عبارت است از تمام انواع کار و خدماتی که به عنوان جریمه از کسی طلب شود و فرد مذکور به طور داوطلبانه برای آن اقدام نکرده باشد، مثل اردوگاه های کار اجباری که نازی ها و یا دولت کمونیستی شوروی داشت. و مسئله فحشا و تجارت زنها که خودش یک بردهداری نوین به حساب میاد. و عرض کنم که در اعلامیه اسلامی حقوق بشر ماده 11 این اعلامیه رو میتونیم با هم نگاه بکنیم، بشنویم، بازگردیم. ماده 11 الف، انسان آزاد متولد می شود و هیچ احدی
حق به بردگی کشیدن یا ذلیل کردن یا مقهور کردن یا بهره کشیدن یا به بندگی کشیدن او را ندارد مگر خدای تعالی. خب، اعلامیه اسلامی حقوق بشر در بند الف خودش میاد از این موضوع صحبت میکنه و اون رو به چالش میکشه. اما شاید برای شما جالب باشه که بدونید علمای یا روحانیون در مورد این موضوع چه فکر میکنن. اینها معتقدن که ظاهر این ماده، یعنی اون چیزی که از لغت به لغتش برمیاد، این هست که در هیچ اوضاع و شرایطی نمیشه کسی رو به بردگی گرفت و به اصطلاح حقوقی میگیم اطلاق دارد ریشه‌کن شدن بردگی از جامعه بشری. اما در ادامه اینها ادامه میدن که ممکن است انسانی به سبب سوء اختیار خود مستحق عقوبت بردگی بشه، یعنی کیفرش بردگی باشه. بعد مثال میزن، شخصی در برابر نظام حق و عادلانه انسانی اسلامی که ضامن سعادت بشریت شورش کنه، بقیه، همین بقیه که در قانون جدید مجازات اسلامی آمد، بعد از شکست خوردن برده میشه و باید به بردگی گرفته بشه. توجه کنید، باید به بردگی گرفته بشه و همسرش و فرزندانش هم باید به بردگی گرفته بشه. چرا؟ چون مصلحت او و دیگران در این هست که او به بردگی گرفته بشه. من نفهمیدم چرا، اگر شما فهمیدید به من هم بگید. ما میگیم چرا باید کسی که دگراندیش هست به بردگی گرفته بشه؟ اونها میگن مصلحت این هست که، وقتی بیشتر باهاشون صحبت میکنین میگن این فرد اگر آزاد باشه مفسده بیشتری داره، به دشمنان اسلام پناه میبره، پس از تعلیم و تربیت صحیح محروم میمونه. یعنی تعلیم و تربیت صحیح یعنی به کلاس قرآن سعید طوسی بره، یعنی عقل رو کنار بگذاره، یعنی خرد رو به کنار بگذاره و هر چه که بالای منبر به او گفته میشه رو بپذیره بیچون و چرا. بعد ادامه میدم، چه بسا در صدد مبارزه مجدد و برهم زدن آرامش جامعه اسلامی بر بیاد. پس اگه این فرد برده بشه و در جامعه اسلامی زندگی کنه، به تدریج تحت تعلیم و تربیت درست واقع میشه و به مسیر بهروزی و کمال میفته و جامعه اسلامی از شر او در امان میمونه. به طور خلاصه بخوام بهتون بگم، مصباح یزدی میگه بعضی از انسان‌ها ممکنه بر اثر ارتکاب اعمالی مجرمانه زمینه بردگی خودشون رو خودشون فراهم بکنن و از آزادی محروم بشن، و چنین نیست که بردگی در هر اوضاع و شرایطی مذموم باشه. یعنی حتی
اعلامیه اسلامی حقوق بشر که با هم شنیدیم بند الف ماده 11ش رو، اینها بهش تبصره میزنن. چرا؟ برای اینکه اگر اعلامیه جهانی حقوق بشر میگه بردگی ممنوع است نقطه تمام، اعلامیه اسلامی حقوق بشر به تبعیت از قرآن، به تبعیت از فقه میگه بردگی ممنوع است مگر برای خدای متعال. و مگر برای خدای متعال یعنی به قرآن مراجعه بکنید، و به قرآن که مراجعه میکنید میگه اگر در جنگی شرکت کردید با کفار و توانستید اونها رو به اسارت بگیرید، اونها برده و بنده شما به حساب. نه تنها برده و بنده شما به حساب میان که زنهاشون برشون حرام میشن و جزء غنایم جنگی به حساب. و این حاکمیت تفکر 1400 سال پیش از این بر ما هست. در اینجا برنامه این هفته رو به پایان میرسونم. امیدوارم که از این برنامه استفاده کرده باشید و تا هفته آینده که باز به خدمت شما بیام، ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر رو آغاز میکنیم، با هم در خصوصش صحبت بکنیم. از شما خواهش میکنم که اگر پرسشی دارید، اگر مطلبی هست، انتقادی هست، پیشنهادی هست، با ما در میون بگذارید. راه های ارتباط با ما رو میدونید. و مثل همیشه پاینده ایران، زنده باد آزادی.